خلاصه یه داستان سریال ترکی تو در خانه ام را بزن قسمت اول. صبح ادا چشاشو باز میکنه. او در مورد زندگیش میگه به خاطر این حرفه مامانم مجبورم گل فروشی همراه عمم اداره کنم. مامان و بابامو تو دبیرستان از دست دادم و برای همین همه زندگیم شد درس خوندن. حتی به آرزوم رسیدم و قرار بود تو ایتالیا بورس بشم که یه مرد همه زندگیمو به هم ریخت. او پیش عمش میره و مشغول چیدن گلها میشه. عمش با افتخار از او و استعدادهاش تعریف میکنه. اما ادا از این که به خاطر یک نفر به آرزوی همیشگیش نرسیده دلخور هستش و بعد هم به آیفل میگه عمه جون امروز کاری واسه انجام دادن ندارم، ولی قراره برم فرودگاه دنبال جنگ. بعد یک سال داره میاد. آیفل آهی میکشه و کلافه میگه او یه ساله که داره میاد، اما هر بارم یه بهونه میاره. ادا توی دلش دوباره یاد کسی که زندگیش رو به هم ریخته میفته و با نفرت میگه به خاطر اون آدم خوشتیپ و بی احساس من به این حال و روز افتادم. سرکان بولات از هواپیمای شخصیش پیاده میشه و به سمت شرکت میره. لیلا دستیار او به انگین یکی از دوستان و کارمندان سرکان با استرس میگه در مورد دعوتنامه چیزی به آقای سرکان نگم. انگین از اون میخواد اصلا حرفی در این مورد نزنه. وقتی سرکان وارد شرکت معماری آرت لایف میشه، همه کارکنان با استرس هول میکنن و با ورود او سر جای خودشون میشینن. سرکان قرار مهمی با مشتریش داره، اما قبل از اون برای سخنرانی باید به یکی از دانشگاه‌های معتبر سر بزنه. ملو و فیفی و جرن دوستان ادا پنهونی خوشتیپ میکنن و آماده میشن تا به دانشگاه برن. ادا متوجه اونها میشه و میپرسه که کجا میرن. جرن و ملو همزمان جاهای مختلفی رو میگن. ادا متوجه میشه اونها چیزی رو پنهون میکنن که فیفی میگه به خاطر جشن فارغ التحصیلی داریم میریم دانشگاه. نخواستیم به تو بگیم که ناراحت نشی ادا. ادا میگه نه چرا ناراحت بشم. اتفاقا استادم هم به من گفتش که بیا تا باهات صحبت کنم. منم باهاتون میام. دخترها دوباره جغداد میکنن و از ادا میخوان که نیاد. فیفی دوباره میگه ادا امروز قرار سرکان بولات توی دانشگاه سخنرانی داشته باشه. ادا عصبانی میشه اما به روی خودش نمیاره و با اونها همراه میشه. موقعی که سرکان میخواد از شرکت خارج بشه، با اینکه انگین با اشاره چشم و ابرو از لیلا میخواد دعوتنامه رو به سرکان نشون نده، اما لیلا نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و دعوتنامه رو به سرکان میده و میگه سلین داره نامزد میکنه. سرکان با عصبانیت به سمت انگین برمیگرده و میگه چی؟ این داره راست میگه؟ سلین نمیتونه این کارو بکنه. ما تازه از هم جدا شدیم. انگین میگه سرکان اون خیلی منتظرت بود تا باهات صحبت کنه، اما توی لندن بودی تو. سرکان میگه چه صحبتی؟ اون داره با کسی ازدواج میکنه که دوست و همکاره کانکاراداغه و با عصبانیت شرکت رو ترک میکنه. استاد آیسل به ادا میگه میتوانه به تحصیلش ادامه بده. ادا خیلی خوشحال میشه، اما آیسل میگه دیگه بورس نخواهد شد. ادا دوباره ناراحت میشه و میگه چه فایده ای داره؟ ممنوعیت رو بر نمیداشتن هم من نمیتونستم کاری کنم. من پولی ندارم تا هزینه دانشگاه رو بدم. و بعد از رفتن استاد اشکاشو پاک میکنه. سرکان روی سن میره تا برای دانشجویان سخنرانی کنه. حتی ملو و جرن هم از پشتیپی او به وجد میان که ادا با عصبانیت نگاهشون میکنه. وقتی سرکان شروع به صحبت میکنه میگه باید قبل از هر چیزی بگم من برای رشته معماری و کسایی که این هنر رو یاد میگیرن اهمیت میدم. ادا از بین جمعیت با صدای بلند میگه خیلی اهمیت میده، با اخراج کردن دانشجوها اهمیت میده. هر باری که سرکان یه چیزی میگه ادا متلک میندازه. سرکان به خاطر نور صحنه نمیتونه چهره او رو تشخیص بده و بالاخره میگه خانم محترم اگه جرأت نشون دادن چهرهتون رو دارین بهتر جلو بیاین تا رو در رو با هم صحبت کنیم. با اینکه ملو و جرن و فیفی از ادا میخوان که این کارو نکنه، اما ادا جلو میره و میگه دروغ هم حدی داره. شما به دروغ دانشجوها رو بورسیه کردین و بعدش هم کنسل کردین. زندگی من به خاطر شما زیر و رو شد و اونجا رو ترک میکنه.
خلاصه داستان سریال ترکی تو در خانه ام را بزن قسمت دوم. ادا و سرکان به رستوران بالای هتل میرسن. ادا میگه به من اعتماد کن و دستاتو دور کمرم بنداز. سرکان تعجب میکنه و این کارو نمیکنه. ادا به زور وادارش میکنه. هر دو به سمت آقای اور مشتری سرکان میرن. سرکان اسم ادا رو نمیدونه و برای همین او رو پری معرفی میکنه. ادا هم اضافه میکنه من دوست دختر سرکان و از طرفی هم یکی از سرمایه گذارای شرکت هستم. هم با تعجب به او خیره میشه. هر سه نفر دور میز میشینن. سرکان پیشنهاد خرید زمین های اورم رو به او میده. وسط صحبت های اون دو ادا میگه من خیلی گشنمه، زودتر یه چیزی بخوریم، دسرم بیارن. سرکان به او خیره میشه و میگه الان وقت دسر نیست. ادا میگه مگه نمیدونی من همیشه دسر رو اول سفارش میدم زندگیم. اون محو ادا میشه و به او میگه به نظرم اینکه یه نفر ظاهر و باطنش انقدر ساده است خیلی خوبه پری خانم. سرکان پوزخند میزنه و اورم ادامه میده من این زمین رو میفروشم اما خودم هم میخوام شریک بشم. سرکان میگه من مبلغ زیادی به تو پیشنهاد دادم، یعنی فکر نکنم قبول کنم که شریک بشیم. اورم رو به ادا میگه نظر شما رو میخوام بدونم. ادا میگه شاید منم جای شما بودم این کارو نمیکردم. سرکان با چشمانش برای ادا خط و نشون میکشه و ادا ادامه میده ولی به نظرم سرکان پیشنهاد خوبی داده. فکر کنین زمیناتون که کنار دریاست چه چشمانداز قشنگی بسازه. اورم فوراً به خاطر ادا قبول میکنه. ادا هم میگه من به خاطر دل شما حق اسم رو بهتون میدم. معامله سر میگیره اما سرکان با عصبانیت به ادا میگه من هیچ وقت به کسی حق اسم نمیدم. تو حق این کارو نداشتی. سرکان به خاطر گرما کمی حالش بد میشه. ادا جلو میره و یقو دکمه او رو باز میکنه. سرکان پوزخند میزنه و میگه من بهت گفتم دکممو باز کنی. ادا جا میخوره و با عصبانیت میگه خوبی بهت نیومده. هر دو پارک میرن و منتظر انگین و قفساز میمونن. انگین از راه میرسه اما قفساز میگه به خاطر وجود دستمن شاید این کارش غیر قانونی باشه. از این کار رو انجام نمیده. ادا عصبی و کلافه میشه که همون موقع فیفی اونها رو میبینه و سنجاق سرش قفل رو به راحتی باز میکنه. لحظه آخر ادا به سرکان میگه امیدوارم دیگه هیچ وقت نبینمتون. سرکان هم میگه احساساتمون متقابل خانم محترم و از اونجا میره. کمی بعد ادا متوجه میشه کیف و گوشیش در ماشین سرکان مونده و همراه دخترها به سمت شرکت میره. او قبل از وارد شدن به اتاق سرکان از لیلا میپرسه میدونم تو هم مثل من از سرکان زیاد خوشت نمیاد. بهم میگو چی میتونه اونو خیلی عصبانی کنه. لیلا میگه وقتی یه اشتباهش رو پیدا کنی خیلی عصبیش میکنی. اما اون هیچ وقت اشتباه نمیکنه. ادا وارد اتاق سرکان میشه. سرکان کیف او رو پس میده اما رژ لبش رو نگه میداره و میگه این پیش من میمونه تا بدونم چی میخواستی رو ماشینم بنویسی. بعد هم به اون میگه راستی کنسل شدن بورسیه کار مدیر مالیم بوده. اشتباه من نبوده. بخوای میتونم پسش بدم. ادا با عصبانیت میگه من فقط یه مقصر اینجا میبینم. اونم تویی. فکر کردی خراب کردن زندگی و آینده یه نفر رو اونقدر راحت میتونی بهش پس بدی. بعد اتاق خارج میشه. سرکان هم دنبالش میره و میگه لجبازی نکن. میدونم چقدر دوست داری بورسیت برگرده. تو ازم معذرت خواهی کن و منم بورست رو بهت برمیگردونم. ادا مقابل تمام کارکنان میگه من معذرت خواهی میکنم اما اگه تو هم جلوی همه اکیپ قبول کنی که این اشتباه اشتباه تو بوده. سرکان میگه من اشتباهی نکردم و ادا با عصبانیت میگه تو یه ربات بی‌مسئولیتی سرکان بولات و اونجا رو ترک میکنه. شب جنگ به ادا زنگ میزنه و از اون میخواد به دیدنش بیاد. ادا با خوشحالی آماده میشه که بره که داخل کیفش جعبه کوچک کمک‌های اولیه میبینه که سرکان به خاطر زخمی که بر اثر دستبند روی مچش ایجاد شده بود داخل کیفش انداخته. دخترها به خاطر این کار رمانتیک سرکان ذوق میکنن اما ادا توجهی به اون نداره و با خوشحالی به دیدن جنگ میره. جنگ در مورد ایتالیا و اینکه چقدر به او خوش میگذره میگه که ادا متوجه میشه دختری از روبرو به او خیره شده و چشم از او بر نمیداره. جنگ که این رو میبینه از ادا میخواد تا ادامه صحبتشون رو برای فردا بذارن چون حرف مهمی داره که باید به او بزنه و فوراً اونجا رو ترک میکنه. ادا به ملو در مورد حرف مهم جنگ میگه. ملو میگه حتما میخواد ازت خواستگاری کنه ادا اما اگه قبول کنی حلالت نمیکنم. بعد هم با ناراحتی در مورد فردا که شغلش رو در مغازه از دست میده بهش میگه چون مجبور هستش شغل پاره وقت مهمانداری رو قبول کنه. ادا قبول میکنه جای ملو به عنوان مهماندار هواپیما بره تا او کارش رو از دست نده.